وقتی که سر تاریخچه کیمیا گپ میزنم، اولین بار یعنی اولین دورانی که از کیمیا مردم بیشتر استفاده کرد به اوج عصر جادوگری بود. میفهمین از کیمیا ابتدا من حیث یک پیشه استفاده میکردن. جادوگری یک هنر است، یک پیشه است. در اوجه چیست؟ امی جادوگر ها از کیمیا استفاده میکردن. با کدام میکنیزم؟ مثلا فرض میکردم در او زمان مردم بارود را نمیشناختن. بارود مثل خاک واره میبود. یه وقتی که خاک از سر آتش منداخت، خاک در میگرفت. او میگفتن، نه سعی کنیم که خاک در داد. در حال کوچی است؟ بارود بود. مثلا از نایتریت ها استفاده میکردن. اما در او زمان کسی نمیشناخت، خودش هم نمیفهمید. یا مثلا فرض میکنم اگر شما یک محلول قلبی داشته باشین، در بین ازو فینال فاتاری نپرتین، رنگ ازو گلوبی ارغوانی میشه. متوجه هستین گلوبی ارغوانی میشه؟ یه مردم براش جالب میبود، گو رنگ از یک دفعه تغییر کرد، او رنگش تغییر کرد. یا مثلا اگر شما دیده باشین در بعضی قسمت ها یا در بعضی فیلمات دان خود تیل را میگرن، باز در پشتی خود یک گوگرد را که در میتن که پف میکنن، او چی میکنه؟ در میگره، او میگفتن از دان ازی چی میشه؟ آتش مبرایه. میفهمی که کل ازی تعامل بود؟ تمام ازی چی بود؟ تعامل بود. این بیشتر در بین مردم هند. مردم هند و یونان بیشتر رایج بود. بعد از عصر جادوگری، عصر فلسفی کیمیا آغاز میشه. در عصر فلسفی ما برای شما چند روز پیشتر گفتم کسایی که بیشتر در فلسفه سر کار دارن، اونا کوشش میکنن پاسخ به چراها بدن. چرا مثلا انسان چگونه آفریده شده است، یعنی می جهان با می عظمت خود چه قسم ایجاد شده، آیا خارج از زمین هم حیات وجود داره، زمین چه قسم؟ زمین خود موجود یک ساختمان کروی است، یک ساختمان بیضوی است، اما چه قسم برای انسان ها مسطح شده که رویش زندگی میکنن؟ یعنی چراها را برش پاسخ میداد. در اون زمان دو نظر وجود داشت. نظریات بیشتر مطرح میشد در عصر فلسفی. یکی نظر ارسطو و دوم نظر دیموکراتس. نظریه دیموکراتسی بود، او میگفت که تمام موجودات از ذرات کوچک ساخته شده، این ذرات از ذرات کوچکتر و او ذرات از ذرات کوچک، بسیار کوچک، که اینی چی هست؟ غیر قابل تجزیه، که در عربی برش میگن لا یتجزا، غیر قابل تجزیه، تجزیه نمیشود. اون رو برش چی میگفت؟ اتم. اتم یعنی میگفت مواد از ذرات کوچک ساخته شدن، اون مواد از ذرات کوچکتر و اون مواد از ذرات بسیار کوچک و غیر قابل تجزیه ساخته شدن. کلو برش چی میگن؟ اتم. میگن که دموکرات 500 سال قبل از میلاد این نظریه را داده. اما ارسطو مخالف از این تیوری بود. میگفت نه، مواد درست است از ذرات کوچک ساخته شدن، اما غیر قابل تجزیه بودن، درست نیست. یونه میگفت تجزیه به شکل مسلسل ادامه داره. تجزیه به شکل مسلسل چی است؟ ادامه داره. یعنی اتم چی میشه؟ تجزیه میشه. ذرات کزو اصل میشه تجزیه میشه. میگن که برای ارسطو گفته بودن خیلی تجزیه کو، گفته بود من نمیتونم، اما نسل های بعدی که به دنیا میان این کار را میکنن. خب نظریه دموکراتس را مردمای آسیایی میگن که یک عالم هندی است به نام کانیاده. میگن یک عالم هندی به نام کامیابی هم این نظریه دموکراتس داشت. اما در کتاب صنف دایی ما تانا نظریه چی آمده؟ دموکراتس آمده. و نظریه چی آمده؟ ارسطو آمده. میگن دموکراتس میگفت که مواد از ذرات کوچک و غیر قابل تجزیه به نام اتم ها ساخته شدن و ارسطو میگه که نه خیر، تجزیه به شکل چی ادامه داره؟ مسلسل ادامه داره. نظریات ارسطو رو
اسحاق نیوتن هم اینمی نظریه را داشت. این نظریه را میپذیره. اما بالاخره یک کسی با نام جان دالتون دوباره تئوری اتمی را احیا میکنه. که پسو پسان میشه. اما ما گفتیم که اول عصر جادوگری بود که مردم از کیمیا من حیث جادوگری استفاده میکردن، من حیث یک پیشه استفاده میکردن، من حیث یک هنر استفاده میکردن. در عصر فلسفی علما خواستن در مورد کیمیا نظر بدن. که این مواد با کدام میکانیزم ساخته میشه، مواد از چی جور شده. متوجه شدید مصپسان میخوانیم که ارسطو نظر میده که تمام اشیایی که در طبیعت وجود داره از چهار چیز ساخته شده، آب، آتش، باد و خاک. مصپسان علمای دیگه سرش کار میکنند که نخیر، عناصر از اتم هاست، مولکول هاست، یعنی که پاس که باز ما سرش کرد میسید.